با تقدیم سلام خدمت هر یکتان، خدا کنه همتان جور صحتمند باشین و ماه مبارکم به خوبی خوشی سپری کرده باشین و طاعات عباداتان قبول گردیده باشه و همچنان ایدم تا ایدم به خوبی خوشی همتان سپری کرده باشین. خب عزیزان، بازم بعد از یک ماه با شما هستیم. بسیار خوشحال هستیم که در برنامه دبستان با شما هستیم. موضوعات جالب و مختلف را در این بخش با خود داریم که تقدیمتان میشه. مگر قبل از همه میریم یک مرور می داشته باشیم بعد داشته های این برنامه. بحث امروز ما در مورد سوی هاضمه است. چطور میتونیم این زخم معده را علاج کنیم؟ دو قاشق آنتی اسید بعد از 30 دقیقه غذا خوردن میشه که اینا استفاده کنن. اطفال لبچاک و کامچاک عموما پیدایشی میباشه تقریبا در 300 طفل یک طفل کامچاک یا لبچاک میباشه. آیا سرطان مغز قابل تداوی است؟ در شکل خبیث شام یک تعداد از اینا قابل تداوی است یا حداقل امو پیشرفتشه ما میتونیم که صورت شکمتر بسازیم. خب دوستان، منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. میتونین بعد از انتخاب زبان کلید 628 رو فشار بدین و پیامایتان به ما میرسه. حالا هم بخش البته دکتر پردیس هست که دکتر پردیس خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان خوب سپری شده باشه، همچنان ایدم تا ایدم خوبی به خوبی خوشی سپری کرده باشه. تشکر تینا و شما همچنان سلام خدمت مهمانان عزیزی که امروز تشریف آوردن و همچنان بعد از یک ماه بینده های عزیز خوش آمدید به برنامه دبستان با من دکتر پردیس معصومی اختصاص داخله عمومی. امروز تیرینا یک موضوعی بسیار خوب را مد نظر گرفتیم، امیدوار هستم که مورد علاقه مهمانان عزیز و بیننده های عزیز قرار بگیره. بله خب دکتر صاحب، من میوه های خشک میبینم روی میز. خیر برات باز برنامه خلاص داد میتون کنم مشکلی حتما موضوع ربط داره. بله بله بله، اتفاقا ما مردم افغانستان در مجموع امی روزای عید که میشه دوستان، همگی ما مایلیت به این میداشته باشیم که در سر سفره های امی دسترخوان ها اینا از میوه های خوش مثلا پسته زیاد استفاده میکنیم، چهارمغز یا مثلا همچنان بادام، به می ترتیب کشمش زیاد استفاده میکنیم. به این خاطر دوستان ما ایره برای شما ترتیب کردیم امروز که بحث امروز ما در مورد سوی هاضمه است. زمانی که احساس سنگینی، سوزش در ناحیه اپیگاستریوم یا ناحیه پایینی معده یک نفر احساس میکنه و همچنان باد شکم و دلبتی و بعضن میشه که استفراغات هم داشته باشه، ایره برش میگن که سوی هاضمه داره. بناهن ما با در نظر داشت اینمی موضوعات خواستیم که امروز یک موضوعی که کاملا متفاوت باشه و همچنان در یک ماهی که گذشت و همچنان روزای عید که هم گذشت امی میده یک مثلا تشنگی را گرسنگی را گذشتانده. چه خوب است که ما شما در آرامش و همچنان در ای که چطور بتانیم که خود امو میده خود درست نگه بداریم، بنان سوی هاضمه امروز این موضوع را مد نظر گرفتیم. امیدوار هستیم که هموطنان عزیزی که ایجا آمدن مهمان سوالاتی که دارن مد خدمتشان هستم که مشکلی نیست. اما قبل از او دوستان ما بله شما سوال داریم میروانیسته. به نام خدا سلام خدمت دکتر صاحب. دکتر صاحب سوال ما است که در مجموع چی سببی به وجود آمدن سوی هاضمه می شود؟ سه موضوع بسیار عمده در به وجود آمدن یا اسباب سوی هاضمه است. اولی که یک نفر قرحه پیپتیک یا امو پیپتیک السر دیزیز زخم معده می داشته باشه یک موضوع. موضوع دیگه تنشای عصبی و روانی است و همچنان هپاتایت انتونی است. بله شما هم کدام سوال دارین میروانیسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مسعود رحیمی هستم. دکتر سبقا سوال ما است که چطور میتونیم این زخم معده را علاج کنیم؟ یکی را که ما گفتیم قرح پیپتیک یا السر دیزیز هم زخم میده، این امکان داره که از یک مریض ما از دردهای بسیار سابقه شکایت داشته باشه و معمولا امی مریضا با انگشت اشاره میکنه به مو دردی که مثلا داره. معمولا در این قسم مریضا خب تداوی هایی که مثلا به شکل امو پروتون پمپ هسته که از ایموپرازول و مثلا خود اومیپرازول و غیره 4 تا 6 روز در قدم اول استفاده میشه، ایره توصیه میکنن و همچنان در بعض وقتا از آنتاگونیست های اچ2 استفاده میشه که مشکل نیست. اما در مجموع کسانی که سوی هاضمه دارن میشه که اینا مثلا به شکل ابتدایی یعنی به شکل از اینکه مقدم چگونه تداوی کنن، آنتی اسید شربت هایی است که در تمام دواخانه ها موجود است. دو قاشق آنتی اسید بعد از 30 دقیقه غذا خوردن میشه که اینا استفاده کنن و همچنان یک موضوعی که قابل بحث است ضمن از اینکه شما آنتی اسید استفاده کنین به خاطر که دلبدی و استفراغات هم یک نفر که سوی مصاب سوی هاضمه باشه می داشته باشه، بناهن از دومپریدون برای 3 وقت و میشه که 2 تا 3 روز ایره هم ادامه بدن.
تنش‌های روانی و عصبی متاسفانه که دامنگیر مردم افغانستان است، امی خود تشویش، استرس، فشار میتونه که بالای سوی هاضمه تاثیر داشته باشه. اما دوستان رای حل ازی نظر به سن، امو تابلت های دیازیپام که 2 میلی‌گرم از طرف شب دکتر صاحب توصیه میکنه و همچنان آنتی اسید ها. بله، فکر کنم یک دوست دیگه ما هم سوال داره. مینامید با عرض سلام دکتر صاحب، میشه بگین که ما چطور میتونیم امی هپاتایت آنتونی را علاج کنیم؟ هپاتایت آنتونی زمان در سوی هاضمه زی دخل می باشه که مریض معمولا به اشتها می باشه و همچنان زمانی که ما شما معاینه می کنیم کبد یا جگرش بزرگ می باشه. بناهن در قسمت تداوی ازی میشه که ما شربت های اشتها آور برای مریض خود توصیه کنیم، همچنان دکستروز 5% که اگر از طریق دهن نتونن که دواره بگیره میشه که برشان توصیه کنیم. و همچنان نگفتن نباید گذاشت که بعضی کسایی که مثلا میخواه که اینمی کم اشتهایی را و همچنان اینمی دکستروز که ما توصیه کنم اینا را ضمن ازی که میگیرن، میشن که تا اندازه عمو مشکلات میده اگر میداشته باشه از PPI یا دواهای میده هم استفاده کنه. خب دوستان، یک جنبندی میکنیم که ارتباط بگیره به پیرامون بحث امروز ما که تحت عنوان سوی هاضمه بود. 4 نکته کلیدی ما گفتیم که احساس سنگینی و سوزش در ناحیه اپیگیستریت یا دمی ناحیه پایین میده بعض دوستان ما میداشته باشه، همچنان آرق زدن متکرر و خود باد شکم و میشه که بگوییم که دلبدی و بعضا استفراغات هم میداشته باشه. چون یک ماه مبارک رمضان گذشت، روزهای عید هم گذشت، بناهن هموطنان عزیز ما کوشش بکنن که حداقل مثلا میمونی که میرین دوستان کوشش کنین که زیاد از امی بادام، از چارمغز. درست است که هر کدام از این فواید، مزریات، طرز استفاده خاص خود داره، اما ما امروز به خاطر این ترتیب کردیم که شما در یک روز میتونین که به می اندازه استفاده کنین، کدام مشکل سی انشاءالله برتان پیش نمیآید. خب امروز دوستا یکی از کودکان ما فکر کنم کدام گفتنی به هم قطاران خود داره. بله، مهربانی صاحب. سلام دکتر صاحب. سلام دوست. خوب هستین؟ بخیر هست. سلام، به نام خداوند متعال آغاز میکنم و من یکی از هواداران برنامه دبستان بوعلی هستم و من یک خواهش دارم از همقطران یا همسنان عزیز خود و بعضی کودکایی هستند که در روزهای عید و یا بعد از عید از اشیا استفاده میکنند که به مردم ضرر میرسانند و به جامعه، مثلا پتاقی و یا تفنگچه و بعضی اشیا دیگه، و غیر از او که در روزهای عید و در روزهای خوشی که میداشتند آنها از این اشیا استفاده نکنند، برن به بیرون با همدیگر تبریکی و یا گفتنی خود. تشکر بسیار زیاد. این درد دل خود امی خود بچه ها هم بر بچه ها گفت. امیدوار هستیم که این نکته را مد نظر بگیرن. به دقایق پایانی بخش با بیمار نزدیک هستیم. ناگزیر که با شما دوستان خداحافظی کنیم تا برنامه آینده که با یکی از موضوعات جالب دیگر. من دکتر پردیز در بخش با بیمار خدمت شما قرار میگیرم. الله یار و مددگار. خب دوستان عزیز، صحبت های دکتر صاحب شنیدین، گفتنی هایی که داشتن، امیدوار هستم شما هم همین گونه تجربه کنین و عملی کنین تا اینکه صحت خوب داشته باشین. و همچنان قدرت جانم پیام خوب داشت به اطفال نازنین، پس شما متوجه باشین. حالا هم میریم به طرف همکار ما همایون دانشیار که باسم یک گزارش را آماده کردن، با هم میبینیم و میشنویم. زود و برمیگردیم. سلام با شما ایزان برنامه دبستان و تشکر از سرینا. اطفالی که از تولد تا اکنون لبچاک می باشند، یعنی چی؟ آیا تداوی داره یا نداره؟ طفل را که می بینین در حدود 1.5 سال عمر داره، آوردن و دکتر صاحب برتان تشریح می کنه که این عملیات چیگونه صورت می گیره. با ما باشین تا آخر برنامه. سلام دکتر صاحب. خوش باشی دانشیار صاحب. اطفال لبچاک و کامچاک عموما پیدایشی می باشه، کنجنیتال دیزیز میگه، و تقریبا در 300 طفل یک طفل کامچاک یا لبچاک می باشه. و علتایش زیادش معلوم است، مگر بعضی علتایش معلوم نیست. عمده علتایش که معلوم است، فوق ده اول 3 ماه که طفل در بطن مادر می باشد، مواد غذایی منظم برش رسیده نمیشه. مثلا فولیک اسید است و دیگه ویتامین است که به وقت نمیرسه. و دوم علتش جنتیک است.
در پدر پدر کلان، در مادر مادر کلان، از ماما خیل، از پدر خیل ارسی واره ارسی میره. سیوم علتش بی جای دوا استعمال کردن در اول سی ما اول ترایمستر عمل یا اول سی ما اشتکی وقتی که مادر باردار می باشه مادر می باشه در قریه در دیگه جای زیاد مردم دوای خود سرانه سردرد میشه یا دیگه دوا که دائمی میگیره مثلا برای اپیلپسی یا میرگی دوا میگیره واره در وقت حمله میخوره و این نقصه را با وجود میاره و بعضی علتهای دیگه هم داره مثلا شوا میگیره مریض در اول ترایمستر ایکس ری یا دیگه شوا میگیره یا در جایه زندگی میکنه که اونجا شوا اونجا زیاد می باشه دیگه این نقصه را به وجود میاره. حالی که ما میبینیم این طفلک تقریبا لبش خیلی چاکش هم کلان است و امی سیستم تداویش میشه شروع کنین و لبچاک جدا تداوی داره عملیات توسطی عملیات میشه فعلا ما پروسیجر را که میکنیم باید لب ایچی کنیم لب ای ورمیلین میگه یا لبسیرین که زده میشه بله ای را نارمال امرای از این طرف یک جای کنیم خط اندازی میکنیم خط اندازی میشه و این خطی که بین لب سرخ و جلد است ای امرای از این خط باید یک جای شوه منظم شوه دیگه این طرف بینیش کم اگه واز است این باید نزدیک شوه و داخل عضله می باشه که خنده میکنه دان واز میکنه یا نان میکنه که بعد معلوم نشه او عضله باید منظم دوخته شه فعلا عضله ای تو آمده اربیکولاریس اورس اینجا فیکس است این عضله اینجا فیکس است بله. نرمال ای تو سیده می باشه بله طفل بیوش از دیگه خودش رنج نمی بره از عملیات رنج نمی بره و یادش هم نمی باشه که امرای ما چیز شده بود عملیات صورت نگیره بیدار میشه ایچیش لبش جور میباشه انشالله الحمدلله حالی در افغانستان تقریبا در جای مردم میفهمه که اینی نقصه تداوی میشه اگر امی تفلک بعد از سوالت چقدر وقت داشت که اگر عملیات میشد انوز آسانتر میشد دکتر سبی یک نقطه مهم است ما پروتکل داریم برای ایچی بله. لبچاک اگر وزنش از 5 کیلو زیاد باشه عملیات میکنیم بعد از تولد بعد از تولد دو ماه 3 ماه 4 ماه و یا عمرش از 3 ماه بلند باشه این طفل هنوز یک و نیم ساله شده یعنی بسیار وقت سپری کرد این باید وقتی چی میکرد عملیات میکرد دکتر صاحب بازی داغ و ای گفا کلش یک خطش میمانم با مرور زمان شاید بسیار خفیف معلوم شد حتی اگر معلوم هم شد باز قابل تداوی هست تداوی یعنی که اگر پس بین بخواین که همون داغ هم نمانه یا خط نمانه قابل تداوی یک داغ همیشه از عملیات میمانه زمانی که دکتر صاحب بعد از عملیات طفل به ویش میه درد احساس میکنه نه ایچی درد میتیم دوا برش خب هیچ درد احساس نکنه در چند روز طفل بخی صحتمند میشه و لبش دوباره نرمال میباشه تا که کوکا میگیریم در هفت روز هشت روز همی کوکایی که در روی زده میشه با امید از این که اطفالی که بچونین حالت در خانواده هایتان باشه و بیارینشه عملیات کنند و آینده خودش و فامیلش درخشان بسازین قبل از این که وقت شوه برنامه را با امید طفلکی که فعلا پس لبش دوخته شده و حالت اولی خود را گرفته با پایان میرسانیم تا برنامه آینده شما را به الله یکتا بسپاریم دوستا وقت همتان بخیر و حال هم میریم به طرف همکارمون نجیب الاحمد دیار یک پیام کوتاهی دارن که با هم یک جا میبینیم بینندگان گرامی سپاس فراوان از همراهی و علاقمندیتان با برنامه دبستان بوالی
حضور ما در این برنامه جالب و دیدنی تا همیدم بود. اما برنامه از این پس نیز روال عادی خود داشته و همکارم قدیر مشرف او را به پیش خواد برد. با تمنای سلامتی و بهروزی به تک تک شما عزیزان با همه تان خداحافظ میگم. پیروز و صحتمند باشین. بینده ها عزیز سلام، بیماری های سرطانی به خاطر عدم تشخیص ابتدایی و به موقعش حتی امروز در قرن 21 هم از کشنده ترین بیماری های انسان به شمار میره. تومورهای مغزی یکی از این بیماری ها است. درباره از این که آیا راه های تشخیص و تداوی از این بیماری وجود داره یا نه و مسائل دیگه مربوط به این بیماری را از مهمان برنامه دکتر سید مسعود سادات، دکتر در شفاخانه انووای ویرجینیا جویا میشیم. دکتر سید بسیار زیاد خوش آمدن. تشکر. دکتر سیب سادات، نخست اگر میشه بگوین تومورهای مغزی چگونه تومورهای است و به چند نوع است؟ بسیار خوب، تومورهای مغزی به اصطلاح عوام آشما یا سرطان دماغ در حالت وجود میه که یک نشونمای غیر قابل کنترل و بیش از حد نرمال در نسج دماغ به وجود بیه که این نسج دماغ چون در کاسه سر به اصطلاح عوام آشما وجود داره به این خاطر است که این مشکلات زیاده را به بار میاره، هم نسج دماغ تخریب میکنه و هم این که داخل همون کاسه سر فضای باز وجود نداره که مثلا این تومورا وقتی که نشونمای زیاد میکنن اینا بتونن که مثلا فضای به اصطلاح که مورد ضرورت نباشه او را اشغال بکنن. دکتر، براز علائم از چی است؟ ابتدایی ترین اعراضی که در نزد مریض ایجاد میکنه چی است؟ معمولا سردردی ها نزد شخص ممکن است به وجود بیاید. تومورهای دماغ به شکل بسیار نادر سبب سردردی ها میشه. مشکل دومی که نزد مریضای تومورهای مغزی به وجود میاد اختلاجات هست که تقریبا ما گفته میتونیم به شکل شخیهای عضلی یا مثلا مشکلات خود عضلات وجود و حتی به شکل مثلا دوستایی که مصاب سرعه یا مرگی هستن به او شکل مثلا میتونن که اینا بروز بکنن. مشکل سومی که به وجود میاد چون خود تومور نسج دماغ تخریب میکنه امکان داره که نقیصه های محراقی عصبی یا ما به اصطلاح انگلیسی او را فوکال نیورولوژیکال دفیسیت میگیم که اون نزد شخص به وجود میاد که مثلا او بیشتر شبیه حالات سکته دماغی هست. فرضاً نسج دماغی وقتی تخریب میشه ممکن شخص گنگ شوه یا به اصطلاح افازی نزد شخص به وجود بیاد یا ایست که مثلا شخص فرضاً ممکن است که مشکل از حرکت عضلات نزد شخص وجود بیاد مثلا همو حس لامسه یا به اصطلاح سنسیشن او به مشکل مواجه شوه که شخص نمیتونه احساس بکنه یک موضوع یا حتی مثلا میتونه که این مشکلات بینایی را نزد شخص به وجود بیاره. دیگه نظر به این که کدام بخش و قسمت دماغ معروف میشه اینا هم مشکلات بروز میتن. فعلا در ایالات متحده از کدام شیوه ها بر تشخیص تومور های مغزی استفاده میکنن که موثرترین است و بسیار زود میتونه که تشخیص شوه؟ معمولا ما از سه مدلتی یا سه نوع معاینات استفاده میکنیم. شکل اولش هم ایمیجینگ یا معاینات تصویری هست که ما مریض را میفرستیم به خاطر MRI و CT ایمیجینگ که MRI هم میتونه به شکل نان انهانسد باشه یا شکل انهانسد باشه. در شکل انهانسدش معمولا یک دوایی را برای مریض ترق میکنن که او سبب میشه که امو رنگ نسج دماغ و خود تومور تغییر بده و سبب تشخیص بهتر و خوبتر شوه. در شکل دوم در یاد مدلتی دوم تشخیص مایی است که ما از امون نسج دماغ مریض روان میکنیم و بخش جراحی اعصاب و اونا بایوپسی میگیرن یا مثلا امون تومور که اگر احیانا ببینیم در تصویر که این شکل خاص تومور است بازور قطع میکنن و بازی قسمت روان میکنن و معاینه پاتولوژیک یا هیستوپاتولوژیک که او نشان دهنده شکل تومور هست از لحاظ میکروسکوپی و در قسمت تشخیص ما را کمک میکنه. شکل سوم تشخیصش که او بسیار مهم است به خاطر تداوی هم و رول عمده داره در بخش تداوی معاینات مولکولر هست که مثلا ما اگر یک تومور دماغ قطع میکنیم میبینیم که چه خصوصیات و ویژگی های مولکولی را داره این تومور که مطابق با او باز تداوی های خود عیار میکنیم و همچنان پروگنوز یا انذار مرض و یکی که مثلا چقدر تومور خطرناک است او را برای مریض ما میتونیم که پیش بینی بکنیم. سلام به دکتر سید محترم، آیا سرطان مغز قابل تداوی است؟
سرطان های مغز انواع و اقسام بسیار زیاد را داره. قبلا یادآور شدیم که سازمان صحی جهان حدوداً 100 الی 150 نوع از اینها تصنیف بندی کرده. یک تعداد زیادی از اینها مثلا اگر که سلیم باشن خود طبعا قابل تداوی هست. در شکل خبیث شام یک تعداد از اینها قابل تداوی هست یا حداقل امو پیشرفتش ما میتونیم که صورتش کمتر بسازیم و یک تعداد دیگه تومورها هست متاسفانه اونا قطعا مثلا قابل تداوی نیست یا تداوی قطعی نداره، اما میتونن که مثلا اینا را ما امو سیرش آهسته تر بسازیم تا اینکه شخص امو طول عمرش بیشتر شه یا طول عمر متبقیش. مشکل اساسی که در بخش تومورهای مثلا بسیار خطرناک یا گلیوبلاستوما وجود داره این است که مثلا این تومورها بسیار سیر خراب و خطرناک داره. در این عرصه مثلا تداوی هایی که معمولا در کشورهای پیشرفته قابل دسترس است اینا نشان دهنده از این است که میتونه این تومورها حداقل برای مدت زمان مثلا حدود 1 تا 5 سال موسیرش کنترل شوه و سبب مرگ مریض در جریان نشه. بسیار خوب است. بسیار تشکر دکتر سپسادات. لطف کردید. بینده های عزیز سپاس از همراهی تک تک شما، در ادامه این برنامه با ما باشید. خب بیننده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی که تقدیمتان شد. بخش های مختلفه بود که با هم یک جا دیدیم و تماشا کردیم و همچنان سپاسگزار هستم از دوستایی که اینجا حضور داشتن با ما بودن و شمایی که تاییدن برنامه را بیننده بودین. تا برنامه آینده به همتان اوقات خوش خواهان هستم. خدا یار نگهدار همه شما. برای تماشای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید. برای تماشای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید. و اگر دوست داشتین که در یوتیوب با ما ملحق شوین اینجا را کلیک کنید. و اگر برنامه خوشتون آمد میتونین لایک کنین و نظریاتتون را در کامنت با ما شریک بسازین.